من اول این لایه ها رو بریزم داخل این ظرف جمع کنم، بعد بیام سراغ ترشیم. حالا چند تا قالب بده دیگه، هر چی داد بازم خوبه، حالا استفاده میشه. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همراهان عزیزم، انشالله که حالتون خوب باشه. حالا راستش رو بخواهی که من حالم زیاد خوب نبود این چند روزه، به خاطر همین خبر درگذشت مهسا جون دختر گلمون. دوستان ببخشید من یکم حالم بد شد، ویدیو رو قطع کردیم، به خاطر اینکه واقعا غم بزرگیه این دختر عزیز، واقعا خیلی دردناک بود این خبرش، خیلی دردناک و سنگین بود دیگه. من گفتم اینجا باز تسلیت بگم به خانواده محترم مهسا عزیز و باشون هم دردی کنم، هم به تمام ملت ایران عزیزمون. واقعا اینقدر این غم سنگینه که من میدونم اصلا خانوادهش، مخصوصا مادرش، که اصلا نمیتونه این غم رو فراموش کنه. و از خداوند میخوام که به خانواده مهسا امینی عزیز صبر بده که بتونن این داغ بزرگی که به دلشون نشسته رو تحمل کنن. و امیدوارم روح مهسای عزیزمون، دختر گلمون، دختر نازنینمون که اینجا مهمان ما بودن، این اتفاق برشون افتاد، در آرامش و قرین رحمت الهی باشه. و از شما میخوام که همگی برای این دختر نازنینمون دعا کنید. خب عزیزم، به درخواست شما دوستان خوبم که ازم ترشی لیمو خواسته بودین، امروز میخوام براتون ترشی لیمو درست کنم. هم ترشی لیمو درست کنم، هم لیمو شکری براتون درست کنم که برای سرماخوردگی اینا خیلی خوبه، هم ویتامین سی داره، هم برای سرماخوردگی واقعا مثل یه دارو عمل میکنه. خب موادی که ما لازم داریم برای این ترشی لیمو، اول که لیمو لازم داریم به اندازه که هر چقدر که خودتون نیاز داریم میخواین درست کنین. این لیمویی که من خریدم کارتونی بود، کارتون 4.5 کیلو بود که من شستم خشک کردم، یعنی باید کامل شسته شه، خشک خشک باشه. اینجا آماده گذاشتم. این شکرم من الان 750 گرم شکره، هر چقدرش لازم باشه استفاده میکنیم برای لیمو شکری. و برای ترشی لیمو ما فقط نمک لازم داریم با فلفل قرمز. یه مقدارم آب لیمو میخوام که از خود همین لیمو من آب لیموشو میگیرم. این لیمو رو الان من باید همه رو حلق کنم، هستارش هم در بیارم، چون اگه هسته داخلش باشه میخواییم درست کنیم ترخ میشه. البته یه سری لیموهایی هست که هسته نداره، ولی خب این لیمویی که من گرفتم هسته داره، زیاد نداره ولی خب یه حدی هسته داره، اینا رو باید جدا کنم. ما سر و ته این لیمو رو میزنیم چون اینا پوسته. ببینید اینطوری داخل شیشه هم که میخواییم میذاریم باید صاف باشه که قشنگ داخل شیشه قرار بگیره. بعد کاردتونم باید حتما تیز تیز باشه، چون اگر کند باشه آب لیمو میزنه بیرون، بعد لیمومون له میشه، از همون اول لیمو له میشه. الان لیمو رو من 4 قسمت میکنم. لیمویی که میخوایی بخرید سعی کنید که لیموی خوب باشه، لیمو همینطوری زرد باشه، سالم باشه، سفت باشه، شل نباشه یا اینکه پوستش قهوه‌ای نباشه. این لیموی که میمونه پوستش قهوه‌ای میشه کلن اون لیمو تلقه تلقه، یعنی اگر اون لیمو رو بگیری ترشی درست کنی ترشیتون تلق میشه، بعد میگین چرا ترشیمون تلق در اومد. این که حواستون باشه، همین لیمویی که میگیریم یه هفته هم داخل یخچال میمونه رنگش برمیگرده. من خودم 2 روز پیش بود آوردم یه مقدار لیمو توی یخچال، دیدم تلق شده، همه ریختم بیرون، یادم رفته بود که لیمو داره. از همین لیمو زرد بود مونده بود، قهوه‌ای شده بود رنگش. بعد وقتی که قارت زدم که ببینم چی جوریه، دیدم تلخ تلخ، زیادم بود، ریختم بیرون. من یه مقدار از این لیمو رو میخوام آبشو بگیرم، بقیهش رو دیگه میخوام برای ترشی و لیمو شکری. همه رو حلق میکنم، هستهاش در میارم، بعد ترشیمون رو درست میکنیم. من
بیشتر این لیمو رو خورد کردم، حلقه کردم که ببینم دو تا شیشم پر میشه یا نه، چون دو تا شیشه میخوام درست کنم. اگه کم بود دوباره خورد میکنم. حالا بقیهش هم میخوام این مقدار آبشو بگیرم، چون دوستان ازم خواسته بودن که طریقه آب گرفتن آب لیمو رو بگیرم که چجوریه. ما تا آب لیمو گرفتن تو خونه خب سخته، دستگاه میخواد، ولی خب تا یه حدی که بشه تو خونه با این آب میگیره دستی انجام داد، من اونو براتون انجام میدم. این حشره رو با یه کاردی که سرش خیلی باریک باشه در میاریم که له نشه، بریزیم داخل ظرفمون. البته وقتی که زیاد باشه لیمو باید یه کمکی داشته باشیم که تون تون انجام بدین، رنگ لیمو تغییر نکنه. همه رو ما به همین ترتیب در میاریم. حالا من باید اینو با فریده جون کمک کنیم دوتایی که سود جمع شه. بریم عزیزم. لیمون حلقه شو تموم شد. حالا این بقیه هم دارم نصف میکنم که این حسای داخلش رو در بیارم آبش رو بگیرم. این آب میگیری دستیه، از اینا بقیش هم هست که حالا ما اون بقیش رو دیگه نداریم، با همین دارم میگیرم. این مقدار لیمو رو راحت میشه آبش گرفت تو خونه. لیموش هم خیلی آب داره، لیمو خوبیه، یعنی 90% لیمو من فکر کنم آبش باشه فقط. دوستانی که ازم خواسته بودن که روش آبگیری لیمو چجوره، همینه، به همین صورته. حالا در همین حد میشه خونه آبش گرفت این دستگاه، ولی بیشتر باشه دیگه باید ببریم بیرون. بیرون هم من خوب وقتی اگر بخوام زیاد باشه، البته من از پارسال همه آب لیمو دارم، امسال هم گرفتم، میرم لیمو رو از خودشون میگیرم میارم خونه، قشنگ میشورم تمیز، بعد میبرم میدم آبشون میگیرم. این لیمویی که ما نصف میاریم حساسش در آوردیم، اینا دیگه مال اون لابلای لیمواست که مونده. حالا اینا رو باید جدا کنیم ازش. این دیگه چند تا دونه دیگه میمونه توی لیمو هر کاری کنیم. آب لیموامون هم گرفتیم تموم شد، اینقدر به ما آب لیمو داد. الان این لیموی با این آب لیمو که جلو بنه 5.5 کیلو لیمو بود، یعنی من یه جعبه لیمو گرفتم شد 4.5 کیلو، دیدم لیموش خیلی خوبه 1 کیلو هم جدا گرفتم شد 5.5 کیلو. 5.5 کیلو الان همینه که جلوی منه. حالا این دو تا شیشه رو میخوام باهاش پر کنم، بعد این آب لیمو رو من میخوام ترشیه که درست میکنم از خود همین آب لیمو استفاده کنم که تازه باشه خوشمزه تر در بیاد. حالا قیمت لیمو رو اگر بخواییم بدونین، من لیمو رو گرفتم کیلو 25 تومن. لیمویی که جعبه ای بود با من 20 تومن حساب کرد، چون جعبه ای برداشتم کیلو 5 تومن به این تخفیف داد، شد کیلو 20 تومن، 4.5 کیلو بود. 1 کیلو هم جدا گرفتم، اون 1 کیلو رو دیگه که جدا بود اینو با 25 تومن حساب کرد، یعنی کل پولی که من دادم شد 113,000 تومن پول لیمو. گفتم حالا قیمتش رو میگم میدونی. بعد اینم که داخل این کاسه هست، این لایه هایی که من از آب لیمو گرفتم، آب لیمو رو که گرفتم این لایه هایی بود که بالای همین آب میگیری وایساد جدا بود، این حیفه. اینو من میخوام بریزم داخل این ظرف، میذارم فریزر یخ بزنه که هر وقت برای شربت چیز خاصی بتونیم استفاده کنیم. من اول این لایه ها رو بریزم داخل این ظرف جمع کنم، بعد میام سراغ ترشیم. حالا چند تا قالب بده دیگه، هر چی داد بازم خوبه حالا استفاده میشه. یعنی دقیق این 8 قالب پر شد. حالا من این درشو بذارمش داخل فریزر. حالا بیاریم سراغ ترشیمون. اولین شیشه رو من ترشیمون رو درست کنم. یه لایه لیمو میریزیم، یه لایه هم فلفل و نمک. فلفل قرمز میخواد، البته بستگی به ذائقه خودتون داره که چقدر دوست دارین تون باشه. معمولا این ترشی رو تند و شور درست میکنن، حالا باز بستگی به خودتون داره که چقدر میخواین نمک استفاده کنید. همینطور لای لای میریزیم، نمک و فلفل هم میریزیم لابلاش تا شیشه پرشه. مقدار باید از ترشی‌های دیگه بیشتر نمک بریزید.
شیشمو پر شد، نمک و فلفل هم لابلاش ریختم. حالا از همین آب لیمویی که گرفتم یک سوم شیشه رو من پر میکنم، چون این لیمو خودش آب میندازه. اینم از ترشیمون، در شیشه رو بستم، یه تکونش میدم، حالا قشنگ فلفل و اینا مخلوط شه. این شیشه درش قشنگ پیچ خورد، محکم شد. دیگه نیازی نیست که بخوایم مشما بذاریم که هوا نره داخلش، یا اینکه بخوایم سلفون پیچیش کنیم. این چون پیچ خورد محکم شد دیگه همین کافیه. حالا بریم سراغ لیمو شکریمون یا معجون شکری. یه لایه از این لیمو میریزیم. یعنی بابا من لیمو آبدار و خیلی خوبیه، دستش درد نکنه. این میوه فروش اینجا که اصلا کلن جنساش همه تر و تمیز و خوب بود. یه لایه لیمو ریختیم، حالا شکر بهش اضافه میکنیم. لایه لایه میریزیم که قشنگ به خوردش بره. میشه بگی معجونه همین که لیمو شکری، چون این آب میندازه، اون شکری که ازش شربتی که میمونه یه شربت خیلی خوشمزه پر از ویتامین C برای زمستون و برای سرماخوردگی، یعنی حالت درمانی داره، مثلا اگر با عسل آدم بخواد درست کنه. شما میتونید داخل این شیشه این لیمو شکری رو یه لایه عسل بریزید یه لایه شکر، یا کلن با عسل درست کنید. حالا من کلن میخوام با شکر درست کنم براتون، یا اینکه میتونی یه لایه روش رو عسل بریزید. یه مقدار اگه شکر اضافه تر بریزید یه حالت مربایی پیدا میکنه، اون کارم میتونید بکنید. یعنی یه شربت خیلی غلیظ داخل شیشه تون درست میشه که اونو دیگه میگن مربا، مربای لیمو. پختن نمیخواد همینطوری. خب اینم از لیمو شکریمون، درش رو بستم. این لیمو شکری ما دیگه چیزی لازم نداره، آب لیمو هم نمیخواد، فقط خودش حالا کم کم این شکر آب میشه، این لیمو آب میندازه، شکر هم آب میشه. اینو حالا ما باید یه دو سه روز بذاریم کنار آشپزخونه تا کم که به هم بیفته مزهش بره به هم، بعد میذاریم داخل یخچال. سه روز بیرون ماشه کافیه، بیشتر نمیخواد بیرون نگه داریم. حالا جلو نور آفتابش کنار پنجرم باشه اشکال نداره، یه کناری هم باشه که نور نخوره هیچ فرق نمی کنه. باید یه جایی باشه، یه کناری باشه که یه خودی گرم باشه دیگه، زیاد سرد باشه. تا سه روز، بعد از سه روز میذاریم داخل یخچال. یه ده روز هم که آماده میشه. دوستان من مقدار شکری که برای لیمون شکرمون استفاده کردم خدمتتون میگم که 700 گرم شکر بود. یه کیلو لیمو 700 گرم شکر. اگه شما میخواهید مربایی تر بشه، شربتتون غلیظ تر بشه، تا یک کیلو نیم شکر هم میتونید استفاده کنید که شربت خیلی خوشتم و خوشمزهی بهتون میده. و اینکه این لیمو رو هم میتونید همینطوری که من حلقه کردم میتونید همینطور حلقه کنید، بذارید جلوی آفتاب خشک بشه برای کنار چایی، اونم خیلی عالی میشه، خیلی خوشمزه در میاد. گفتم اونم خدمتتون بگم. اینم از آب لیمو بود که دوستان از من خواسته بودن که آب لیمو بگیرم، طرز تهیه گرفتنش هم نشونتون دادم. هم ترشیمون خیلی خوشمزه است، این ترشی با آب گوشت خیلی واقعا میچسبه، خیلی مزه میده. هم لیمو شکریمون خیلی خوشمزه است، با چای میتونید بخورید، استفاده کنید، لذتشو ببرید. اینم که یه آب لیموی تازه و خوشمزه. انشاءالله تا لیمو هست شما هم بگیرید، درست کنید و لذتشو ببرید. فقط اصلا این نکته رو خدمتتون بگم، این نمک این ترشیمونو من یه مقدار از اون حدی که باید بریزم به خاطر خودم کمتر ریختم. شما یه مقدار نمکشو بیشتر بریزید که ترشیتون تلخ نشه. یه مقدار که نمکش بیشتر باشه هم خوشمزه تر میشه، همین که تلخ نمیشه، به خاطر اینکه این لیمو با پوسته یه مقدار نمک بیشتر لازم داره. خب عزیزان خیلی ممنون که تا اینجا همراهیم کردین، خیلی ممنونم از حمایتهای قشنگتون. مواظب خودتون باشین، روز و روزگارتون خوش، خدا نگهدار.